در میانمار اعتراض گسترده به کودتای نظامی با پیوستن اقلیت‌های قومی به تظاهرات ادامه دارد. ماموران امنیتی دستیار ارشد آنگ سان سو چی را نیز دستگیر کردند. در واکنش پرزیدنت بایدن دستور تحریم حاکمان نظامی را در صورت ادامه این وضعیت صادر کرد. شیده رضایی گزارش می‌دهد. حضور ده ها هزار تظاهر کننده متشکل از گروه های مختلف مردم میانمار در اعتراض به کودتای نظامی هفته گذشته در شهرهای مختلف آن کشور از جمله یانگون و ماندلیا نه فقط در خیابان ها بلکه بر روی دریاچه مشهور اینلی ادامه دارد. معترضان با ترکیبی از عقاید و لباس‌های سنتی و مدرن و رنگارنگ به رغم سرکوب شدید پلیس و نیروهای نظامی، خواهان آزادی آنگ سان سو چی و بازگشت قدرت به دولت غیر نظامی و حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی به رهبری او هستند. این تظاهرات بزرگترین اعتراض مردم میانمار به حکومت 50 ساله نظامیان در بیش از یک دهه گذشته است و موجب واکنش بین المللی از سوی آمریکا، استرالیا، نیوزیلند، بریتانیا و اتحادیه اروپا شده است. پرزیدنت جو بایدن نه فقط خواستار آزادی تمام سیاستمداران و مقامات غیر نظامی شده است، بلکه از کنگره آمریکا خواسته تا برای تحریم رهبران نظامی میانمار اقدام کند و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است روز 12 فوریه در یک نشست فوق‌العاده وضعیت حقوق بشر در میانمار را بررسی کند. ارتش میانمار ادعا می کند در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر که در آن حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی به رهبری خانم سو چی به پیروزی رسید، تقلب شده و بدین دلیل دولت را برکنار کرده است. اما کمیسیون انتخابات میانمار این اتهام را رد کرده و همسو با سازمان ملل و دولت‌های غربی میگوید هیچ مدرکی در اثبات تقلب انتخاباتی وجود ندارد. شیده رضایی، صدای آمریکا.